سخنگوی دستگاه قضا در 71مین نشست خبریش با اعصاب رسانه اول از همه خودش از محکوم شدن تعداد دیگری از عوامل فتنه 88 خبر داد و گفت در دو هفته اخیر 3 نفر از متهمان فتنه 88 به صورت حضوری محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیر حبس محکوم شدند. اجرایی درباره لایحه جامعه وکالت هم با اشاره به استنادات قانونی درباره قضایی بودن لایحه جامعه وکالت گفت طبق تفسیر شورای نگهبان و سیاست‌های کلی نظام، تدوین لایحه امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت بر عهده قوه قضاییه است و لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده تغییرات زیادی کرده. اما بشنوید از پرونده زمین خاری که حکمش قطعی بود اما سوری اجرا شد. یک تخلفی متاسفانه در محیط زیست شمیرانات و یکی دو نفر از مأمورین کلانتری صورت گرفته بود. یک صورت جلسات سوری درست کرده بودند که این حکم اجرا شد و فرستادم برای قوه قضاییه و برای مسئولین بعضن خودشون تا ما رفتیم فرض کنیم فلانجا را رفع تصرف کردیم. خب قوه قضاییه به عنوان که این کار انجام شده دیگه رفع تصرف شد، اگر تخریب باید بشه تخریب شد، پرونده رو مختومه کرده. الان هم محیط زیست مسئولین خودشون و هم قوه قضاییه متوجه شدن که این اقدامات غیر واقعی متقلبانه و صورت جلسات سوری بوده که در این رابطه الان چند نفر تحت تعقیب قرار گرفتن و بازداشت شدن. آخرین خبرها درباره پرونده نفتی هم حاکی از اینه که 10 نفر در بازداشت موقتن که 1 نفرشون خانومه. در جلسه امروز خبرنگاری درباره پرونده پتروشیمی و آلوده بودن یا نبودن بنزین ها پرسید و سخنگو در جواب گفت در این پرونده ادعاهای مختلفی مطرحه که اگه ثابت بشه بنزین آلوده بوده با مسببین برخورد میشه، اگر هم آلوده نباشه چون تشویش از خان عمومی اتفاق افتاده طرف مقابل باید پاسخگو باشه. به دام افتادن یه وکیل 32 میلیارد تومانی در تور قانون هم پرونده دیگه‌ای بود که اجرایی لابلای صحبت‌هاش پرده از اون برداشت. یک فرد، البته این وکیل هستش، اومده رفته یک قراردادی بسته با یکی از این دستگاه‌های دولتی. اولا قرارداد بسته که 32 میلیارد تومان بگیره. خب اصلا با چی واقعا مبنایی؟ شما یه وکیل با چه مبنایی در یک پرونده قرارداد بستید که 32 میلیارد بگیرید؟ او دستگاه دولتی با چه مبنایی 32 میلیارد تومان را رابطه با یک پرونده قرارداد می‌بنده که پرداخت بکنه؟ بعد خب خود این دستگاه اجرایی دیده که نمیتونه با این قرارداد ببنده علامه این پول رو بده. پول رو ریخته به یک شرکت دیگری که اون شرکت بیاد با این وکیل قرارداد ببنده که یه نوعی تقریبا پولشویی. این وکیل برای اینکه نظر اونا رو جلب بکنه اول رفتن صحبت کردن، یه پیش پرداختی به عنوان 2 میلیارد تومان گرفته. بعد برای اینکه نظر اونا رو بیشتر جلب بکنه که بتونه تا مبلغ همون 32 میلیاردی که رسونده رفته یک رأی را از اون قاضی مربوطه جلب کرده. اونطور که اجرایی گفته در ادامه کندوکاو دستگاه قضا در پرونده 3000 میلیاردی راز پرداخت رشوه 200 میلیونی معاون وزیر هم امروز افشا شد که در زمان بازداشتش در چند نوبت مبلغ 200 میلیون تومان به کسی رشوه داده بوده تا در پروندهش اعمال نفوذ کنه. سخنگوی دستگاه قضا دست آخر هم از عملکرد صدا و سیما تشکر کرد. پایان دهمین جلسه دادگاه متهم خاص، البته بدون درز جزئیات، 44 روز بعد از آخرین دادگاه متهم خاص امروز دهمین دادگاه این متهم برگزار شد. جلسه امروز دادگاه هم مانند جلسات قبل غیر علنی و به ریاست قاضی مقیصه برگزار شد. وکیل این متهم به همراه موکلش بعد از پایان جلسه دادگاه از در دیگه دادگاه خارج شدند.